مهربان سلام و وقت همه تون بخیر. هموطنای عزیز، امید دارم که صحت و سلامت باشین هر کجایی که هستین، خوش و خندان، خنده بر لب داشته باشین و بیننده برنامه سراچه باشین. حسنا هستم، قرار است یک ساعت با شما دوست باشم امشب با یکی از چهره های درخشان رسانه‌ای، یکی از کسایی که سالهاست به خاطر از اینکه شما بخندین کمدی میکنه براتان، طنزهای شما را میخندانه، طنزهای شما را به یاد واقعیت‌های جامعه میاندازه و همچنان شما هم علاقمند هستین که درباره زندگی شخصیش معلومات پیدا بکنین که کسی که همیشه کوشش میکنه شما را بخندانه آیا واقعا در زندگی شخصیش هم همین رقم یک آدمی بوده که زندگیش با خوشحالی و با خوبی تیر شده باشه. ابراهیم عابد در برنامه با ما هست، بسیارت خوش آمدی. سلام و خود تقدیم میکنم هر جای که هستین، قدرمن و دوستان و خوشحال و وسی کامیاب وسی سرفراز و وسی ابراهیم عابد تاسو سره د سراچی په خبرونه کې یو زیده تر اخره پورې د خبرونه تعقیب کې زله تاسو سره ما. صحتت خوب است عابد؟ بخیر باشین، سلامت باشین. شکر که خوب هستی و شکر که حادثه به خیر گذشت. تاثیراتش هنوز هم در چشمت باقی مانده؟ بله مانده. چی شده بود؟ اصلا اسناجانی تو بود که ما یک برنامه را ثبت کردیم سبزی منده، دوم برنامه آمدیم در جایی که بالون اکسیژن فروخته میشه، ایجا آمدیم دیگه یک برنامه دیگه را ایجا ثبت کردیم که می بالونات تظاهرات کردن و غال مغال میکنن و که ما خود ما اکسیژن نداریم، افغانستان اکسیژن از کجا کنه. این طنز ثبت کردیم، ما گفتیم یک طنز دیگه هم ایجا ثبت میکنیم، گفت نمیریم. خب رفتیم کتی دوستا و طرف قلعه فتوله، ایجا ای بچه ها که در موتر بودن یا گفتن آبه سب بر ما یک گرمی هست یک چیزی بگرد مجرد کسی می موتر تا می شما موتر سکل می اونجا مرا می پرده کل گیره مار کن مرا بقه. فقط همه قادثه باعث شد که چشمت صدمه ببیند. دیگه صحت و سلامت هستین؟ فقط چشمتان اوگار شده بود؟ دیگه صحتمند هستم شکر، صرف همی چشم ما یکمه که اوگار شد و دیگه رفت دیگه در سوشل میدیا اکس هایتان نشر شد، ای فیسبوک و حالا خو اصنا جانمی دو چیز فکر میکنم که پول میتنه، یکی یوتیوب هست و یکی تیک تاک هست. ای توپیا آمدن دیگه، ای توپیا دیگه خداوند یار و جانشان سعی کنید دوست عزیز قربانتان شوم. هر وقتی که مثلا یک چیزی رو در یوتیوب جور میکنین میپرتین، به این متوجه باشین که او مردکر شما مردیش میپرتین، او مادر داره، او پدر داره، او کاکا داره، او ماما داره، او ای تو فکر میکنه اگر مادر ما میال اگر مادرم خبر میشود تا میره که در یوتیوب انداخته بودین که سکتی قلبی کده و سکتی مغزی کده و مرده، مادر مرا قلبش استاده میشود. اگر دفتن ما خودم خود بر مادر خود نمی رساندم، مادر ما خدا نکردم از دست می دادم. این یوتیوبیا که نمی فهمن آل خوار کسی را خداوند یک دانه فیسبوک داده، یک دانه موبایل، اما قدر فکر نمی کنن که نمی مرده که کسی سرزی خفه میشه، کسی بالا تزی گریه می کنه. سه چهار دفعه مرا کشتین، یک دفعه مردی مرا انداختین، باز مردی مرا انداختین، این دفعه هم مردی مرا انداختین که مرده و هم گفته که از بین رفته و تک تک کده و چی کده، به خدا جی که جور بودم. اینمی رسانه ای، اینمی سوشل میدیا، اینمی مسئله سوشل میدیا و یوتیوب، این بسیاری که توپ تیر داره، این توپ تیر، همین توپ تیر والا مارا در بدر و خاک بسر. متاسفانه یکی از نو جدید و کاغذ پیچ بودم، گفتن که مردن. متاسفانه که از خرابی های جامعه ما و شما همی است که از هر چیز بخصوص از تکنولوژی و بخصوص از صفحات مجازی استفاده نادرست میکنن. آقای عابد، استفاده نادرست به این معنا که در دیگر کشورها مثبت استفاده میکنن، در اینجا منفی استفاده میشه. بله. که یکی از موضوعاتی را که خودت هم یادآور شدی همی است، از رفیقایت حتما کدام کس تصویرتان به دست نشر داده بود یا همی خبر داده بود؟ رفیقه ما بودن بازش، خو که رفیق بود نیست دیگه که از تو را مثلا یک چیز تا جلوه بتاد برای مردم، او باز رفیق نیست، او دوست نیست، از او کده بیترین دشمن دیگه ایت نیست. بله بله، در قالب دوست دشمن است. امی قدر که مثلا ایچ همی عکس خودمی فیسبوک نمی رفت، من امی قدر اصنا جان اوگار نشده بودم چقدر که در فیسبوک رفت. بله. امی قدر دوستای ما جگرخون شدن،
یک قدر زنگا بر محمد هر کیشه به قنات میدادم به خدای جوړم ولا چې جوړم په خدای چې دغه دم دا اوس می ډوډۍ مخ ته د ډوډۍ خورم جوړ استم ولا صحت مند نه سم نیمه اله نان او می خورم نه رسانه خراف دیگه سوشل میډیا تو یک حالات دراورد که بالکل عابد نیست دیگه خدا نکنه اینو یک قسم یک قصه شده بود متاسفانه بله یک شب و یک روز بسیاری ها فکر میکردن البته در نیم روز خب بسیاری ها فکر میکرد که واقعا دمو تیتر فیسبوک ها و صفحات مجازی که نشر میشد به این معنا که ابراهیم عابد درگذشت در یک حادثه ترافیکی درگذشت و بعد از او بود از حالت وخیمت خبر میدادن به یک حادثه که موتر آمده موترسایکل زده موتر نه من موتر تا شد موترسایکل مرا آمد زد موترسایکل زده موتر او رو باز یک قدر کلان کردن تو کلان کردن که کسی رو پشه مالاریا بکنه پشه مالاریا او رو بگوی که شیر خورده جالب است سوالات زیاده در ذهن دوستا بود که طبیعتا دوستایی که در تالار هم هستن امی سوال هم میخواستن جوابش بگیرن که این مفصل قصه کت براتان عابد جان و همچنان بر بینندای عزیز امید دارم سوالتان حل شده باشم میرسیم به اساسی ترین بحث ها در رابطه به زندگی ابراهیم عابد بعد از یک وقفه کوتاه وقفه میگیریم برمیگردیم با شما دوستا هستیم و 100% همراهیتان هم خواهان با ما باشیم بیننده برنامه سراچه هستین و ممنون استم از همتان عزیزا بازم خوش آمدین ابراهیم عابد یکی از کمدین های مشهور در افغانستان همین لحظه در برنامه با ما هست و قرار است که درباره زندگیش معلومات کافی امشب در برنامه پیدا بکنین که خودتان هم بخواستین آقای عابد از آمدنتان به خنده بازار قصه بکنین که 180 درجه زندگیتان را تغییر داد چطور آمدین به خنده بازار و پیش از این که به خنده بازار شما بیاین چی کاره بودین چی کار میکردین؟ پیش از این که به خنده بازار بیم و در خنده بازار اشتراک کنم که من هم خیاط بودم و هم گلدوز بودم هم معاون دکتر بودم چی خوب؟ در ضمنش باز ایجا که خنده بازار من مقام اول گرفتم و روشن مقام دوم گرفت باز بعد از او ما ژورنالیسم ما در موج کوثر خواندیم که از جا فارغ شدیم باز اینمی 14 سال ما بعد از خنده بازار تا امروز که برنامه را شما تعقیب میکنین به نام شبکه خنده چندین برنامه را ما ثبت کردیم و جور کردیم که برنامه امروز امشب و برنامه قندیل و برنامه مختلف برنامه ویژه مثلا ایدی می بود و ثبت میکردیم و در مختلف برنامه و مختلف برنامه را ساختیم و مختلف برنامه را پیش بردیم بله و تا فعلا در رسانه هستیم و تا فعلا کار میکنیم دیگه 1000 روپی موبی گروپ یا طلو را به 10000 روپی دیگه جای برابر نکردیم یعنی پیشنهادم براتان شده که در دیگر رسانه کار بله. بکنین نکردیم بله بله با معاش بلند امو سنگ در جای خود سنگین است نه اونمور مثال گرفت ترجیح دادیم و قائم کردیم چقدر خوب بسیار خوب بسیاری هموطنان ما فکر میکنن که آمدن به یک رسانه و به خصوص موبی گروپ و تلویزیون تولو که یکی از رسانه های معتبر در افغانستان و بیرون از افغانستان هست فکر میکنن آمدن در رسانه کار بسیار زیاد آسان است باز یک گپی که همیشه ازشان مشته ایمی است که میگن عیشتان دیگه نوش جانتان چقدر خوب اون هم مردم مشناسیتان و همه دیگه در یک جای بسیار خوب کار میکنه یعنی سوال می رقم است که شما می رقم دید دوستای ما کمی تو فکر میکنن ساده و آسان به موبی را پیدا کردن یا مشقت های را هم داشت بسیار مشکلات ها یک قدر مشکلات ها را که ما دیدیم که دیر سانه را پیدا کردیم که از خنده بازار فکر کنید تا آمدن ما بسیاری خواله دینمی تو پوتر شاید دیده باشین شما که بسیاری جور میکنه که به کدام رقم مشکلات ها تا ایجا ما آمدیم و ابراهیم عابد خود جور کردیم اینالا امی که بسیاری میگه که نوش جانتان و آفرینتان و ولا خوب لپ و جپ استین اینی درونش ما را خورد و بیرونش مردم ما را امی تلویزیون و بانک است نام داره نه نداره نام داره کنه نامش است پیش نانش کور میشه انسان امی تو هست نی؟
بله بله. از او قصه ای که مثلا کدام وقتی که در خنده بازار اشتراک کردیم و در کابل آمدیم، مرحوم جلالی صاحب و انگام صاحب اینا داورا بودن، ما از جلال آباد اشتراک کردیم، میفهمیم که ما در شش موتر تا کابل آمدیم. از جلال آباد تا کابل در شش موتر؟ در شش موتر. در یک موتر در پشت سر شانزابیس خود بند کردیم، در سرخکان تا شدیم. در دیگه موتر در پشت سرش خود بند کردیم، در مشال کامره تا شدیم. در پشت سر دیگه موتر خود بند کردیم که دو موتر گاو و گامش می بود تا سروبی که کلی روی مره امی گاو می لیسید، کلی روی مره گردن مره گاو می لیسید که جد سروبی تا می شد، فقط که نو امام کده باشی. باز در دیگه موتر خود در پشت سرش بند می کردیم، باز در زیر مای پر تا می شدیم. در دیگه موتر در پشت سر شانزابیس خود بند می کردیم که در کابل تا می شدیم. ما می آمدم در برنامه اشتراک می کردم، کوه برنامه هم در یک هتل بود، دوج سب می شد و می رفتیم برنامه را سب می کردیم. باز ما بر آمدیم که یک هزار یک کنیم هزار روپا برای ما یک هزار روپا می داد که بازوره، ما می بردیم از این جایگان سوغات خانه خود. با یک هزاری که برتان می دادن که مثلا یک لباس برتان، خب مصرف کرایه را کرایه می دادن، ولی شما سوغات خانه می بردن، مفت می رفت. از او طرف که می آمدین مثلا این شش موتری را که قصه کردیم که پول می آمدین 1330 و ده خود بند می کردیم مفت. پایدان کشال که می گن کشال که می گن. چند ساعت منزل می کردین از اونجا تا اینجا؟ خود می کابل جلال آباد دو نیم ساعت راز، دو نیم ساعت. ما در شش ساعت تا اینجا می رسیدم. بسیار دشوار است. اینال شما فهمیدین که راه پیدا کردن ابراهیم عابد به خنده بازار و تلویزیون تولو کار ساده نبوده و با اینی مشقت ها با جیب خالی تا اینجا خود بله. رساندن. بله. رقیبی هم در برنامه خنده بازار داشتین که احساس میکردین که از شما کده آدم چالاکتر، آدم لایقتر و خلاقتر است؟ هیچ کار بی رقیب نمیشه. سر دختر عاشق میشی، ادمن یک رقیب داری. رقیب کار خود میکنه. کدام وقتی که امی در خنده بازار بودیم و طنز میگفتیم، فکایی میگفتیم، یکی فکایی است که یک بار خنده میتد نی؟ بله. کدام کی میگه برای یک نفری تو توپ آورده بود که چی است؟ گفت چرا ما یک قمق لست میره نمیشناسم. گفت چی هستی؟ گفت نیمه در نظر دیوانه معلومش میره نمیشناسم. گفت چی است؟ گفت سطرنج زفته و زدیش کلوله شده. یک دفعه خنده دادت خلاص شد. بله. تنز دمی ساعت که تو را خنده میتا تو را در فکر تا میگب میپرته که چی گب بود. بله. چی شد؟ بخصوص تنزای انتقادی. تنزای انتقادی، اصلاحی، کمدی، اینی تنزا کلگیش هم خنده میدید، هم یک پیام میدید، هم یک سوژه میدید. بله. هم یک چیزی میدید. و روشن بود، ما بودم که ما روشن رقابت میکردیم. خب یگان تنزا رقیب هم دیگه بوده. آه که یگان تنزا و جور میکرد، باس ما کوشش میکردم یک چیزی خوب. یا مثلا ما تنز خود در روی روشن نمیگفتم. دکتر سیب صمیمانه تنزای ما را گوش میکرد. آها. دکتر سیب صمیمانه شیشته می بود، ما هم تنزایی را که جور میکردیم که ده هفته بگوییم برای زو یک دفعه تیر میکردیم، برای زو میگفتیم، برای زو تکرار میکردیم. باز میگفت صحیح است، یک چیزی را دبانش زیافه میکرد، یک چیزی را کم میکرد. باز ما در روی روشن تنز خدا نمیگفتم، روشن در روی ما تنز خدا نمیگفت برای دکتر سه. چی جالب. امی رقیبت آقای نبی روشن که یکی اونا هم یکی از چهره های درخشان کمدی در افغانستان هستند، براتان یک پیام دارن. جالب نیست براتان رقیبتان چی گفته باشه درباره تان؟ جالب است. با هم میبینیم. چند چیزایی که به عنوان شوخی همیشه ما و سیر عابد آزار میدادیم و برش میگفتیم که هیچ وقت همراه ما گیم لدو نزنیم، چون وقت گیم لدو را که ما میبردیم هم سر عابد خنده میکردیم، زورش میداد و میباختیم هم سر عابد خنده میکردیم. ما و سیر به همین خاطر عابد دیگر دفعه زور میداد که چی حالت با خدا برد و باقت زندگی مکتوم نیست. خب همون رقم یک از عادتهای دیگه ایش یادم میاد لحظه که عابد یک کمک
سر گپ خود استاد است که باز نمی ارتباط مخانی سیار یکم زیاد آزارش میتن و واقعیت شمیز که زیادتر از ما هم کدم سیار زیاد دوست دارم به همین خاطر که آزارش میتن. خب میخوایم در اخیر برای عابد جان یک نصیحت دوستانه داشته باشم. لالا از سرک تیر میشیدی؟ اول دست چپ تسایی کن با دست راست تسایی کن دویده دویده تیر شد مترسی که نظرید. شوخی میکنم لالا در پناه خدا باشی، هر جایی که هستی جور سالم سرحال باشی. خدا نگهدار. نصیحت شما که شنیدیم. تشکر، زنده باشین روشن جان. کمدین بودنتان و این راهی را که انتخاب کردین، بجز از اینکه شما در رسانه کار میکنین و معاش دارین، مرسی یک کارمند رسمی، کدام عاید دیگی هم براتان داره؟ نه. این سوال است که در ذهن بسیاری کس است. آه نه نه. کدام عاید دیگی داره براتان؟ نه نه نه. اینمی عاید است، اینمی تلویزیون است، همیشه کار میکنم. بسیار خوب. تشکر میکنم از حامیان برنامه، جوسن اکتار طبیعی شفا، و همچنان شما میتونین از خواص بی‌نظیر امپریال هم مستفید شوین که ای بار طعم سیبش به دسترس ما است. ما یک وقفه میگیریم، رفت و برگشت کوتاست، زود میریم و برمیگردیم با شما هستیم. روز روزگار بر هر یکتان خوش، همتان های عزیز. امید دارم که شب و روز کروناییتان بخیر بگذره، مواظب صحتتان هم زیاد باشین که خدای ناخواسته آلوده به ویروس کرونا نشین که موج سومش خطرناکتر از موج اول و دومش است، و اگر ما هر کدام ما دست به دست هم نتیم و مواظب صحت خود و خانواده خود نباشیم، شاید فاجعه کلانتر از اینه که در این چند شبانه روز عزیزای خود هر کس از دست داده راییست خات بودیم. پس لطفاً مواظب صحتتان باشین، فاصله اجتماعی را مراعت بکنین و همچنان ماسک بپوشین و دستایتان 20 الی 30 ثانیه با آب و صابون حتماً بشوین و صحت خودتان بسیار مفید است. برمیگردیم به برنامه و آقای ابراهیم عابد در استودیو با ما هستن. شما حجم کردین درست؟ بله. حاجی صاحب ابراهیم عابد در برنامه هستن. بله، ما دو دفعه عمره رفتیم که در دفعه دیگه تقریبا 15 عمره یا از او بالاتر عمره کردیم. عمره نمو است که از یک جای میبری، خب؟ بله. یکی حج فرضی است؟ بله. یکی عمره است. عمره دیگه یک دانه از کابل بردیم که جای را مبسته کردیم، نیت کردیم. باز یک دانه از عیشه را دلتون، از مدینه منوره، از مختلف زیارت ها باز عمره تواف میکردیم، صفا و مروه میکردیم. بله. باز عمره میشود دیگه. حجتان قبول. زنده باشیم. انشالله که روز شاهد باشیم، حج فرضی هم رفتین. انشالله. و از بسیاری دوستایتان پرسان کردم، گفتن بسیار یک آدم لجباز است ابراهیم عابد. به خاطر ازی که یک چیزی است استاد جان که مثلا ما تو را میگم که نی توش پیپر است. بله. او تو برای ما میگی نی موتر است. خاله ما که تو میگم که نی توش پیپر است، با خدا توش پیپر است، تو میگی نی نمی موتر است، نمی لنگروزر است. دیگه ما که تو تا او اندازه چیز میکنم که تو رو متا قناعت بدون که توش پیپر است. از این یک دانه توش پیپر بکشم بگم که نه توش پیپر است که صحیح است. ما ثابت میسازم با اکثر دوستای خود که توش پیپر است، بس بعد از او قناعت کرد میگه صحیح است. دیگه او که میگه که لجباز است استم. استن. و در پهلوش گفتن در نوجوانی ها و در دوران جوانی و نوجوانی بسیار آدم ماجراجو هم بودین. کی نبود؟ کی نبود؟ باز جالب است که ابراهیم عابد چه رقمی بوده؟ ابراهیم عابد بسیار یک شوخ طبیعت آدم بود، بسیار یک شوخ آدم بود. شوخ طبیعت مسئله جداست، ماجراجویی گپ جدا. بودیم، ایتا بود، جوانی بود، جوانی است و در جوانی هر چیز روی بروی میشه دیگه، با هر چیزی روی برو میشی. باز در افغانستان که از افغانستان بیرون هم نرفته باشی، اگر رفته باشی اگان چکر و طرفی طرف چکر هنی دیگه، دمی وطن زندگی کنی که در وطن کلش جنگ است، اونو تو اگالات است، دوی تو اگالات کلان شوی، دوی تو اگالات مکتب بخانی، دوی تو اگالات خیاطی و گلدوزی کنی، ماجراجو هم نباشی،
یا امکان داره. سرزنش شدی؟ شکنجه شدی؟ از طرف پدر بله. از طرف پدر بله. طبیعتا آدم این رقم ماجراجو باشد که شکنجه نشه هیچ امکان نداره. در طفولیت با کدام نام صدا میکدن خودتا؟ پتنگ. تا با الان در مقریه و در جلال آباد که بیرین به می نام صدایتان می کنند؟ دوستایی که سابقه میشناسیم و از طفولیت میشناسیم و پتنگ میگن. این چیزایی هست که در سراچه ما و قطار افرتان گفتن دوستا. چیزایی هست که تالا ما هیچ نگفتیم. نگفتیم نی؟ از عابد از چه قسم اشخاص زیاد بدت می آیا؟ نفرت داری ازشان؟ از انسان خودخواه. انسان خودخواه خوش ندارم. امی خودخواه می باشه. امو برای خود تر چیز خوش میکنه. ماش خود خوب خوش خودش خوش داره. چیز خود امو وظیفه خوب خودش خوش داره. تو رو تشویق نمیکنه برای کار. انسان خودخواه خوشم نمیاد. هیچ دوست ندارمش. هیچ خداوند مرا نشان ندهش. از دوست و رفیق و نزدیکات تو آدم ها هستن؟ آه. هیچ نمیبینم که تشان. جدی؟ آه. بسیار آدم وقت شناختیشان دیگه روابط تقطع کردی؟ ایت و من الله توفیق این برک کاش تایت این برک کاش رای تا سینی رای ماست برو ما میگم که نی توش پیپر است از این تا از بای نیم میکنیم نیمیش از تو نیمیش از ما یعنی اقدر آدم سخی هستی؟ استم برای کل اندیوالای ما برای کلگی معلوم است استم یک نان تا نان میخورم نیم میکنمش میگم نیمیشو تو بگو نیمیشو ما بخورم گره میگه تاسف که زندگی اینمی رفاقت میگن اینمی دوستی میگن از یکی از اعضای خانواده یکی از دوستایت برام گفت که همیشه شکایت میداشته باشی که خبرهای بد برات میرسانه از خبر خوب و خوش که اتفاق میفته در خانه هیچ خبر نیست باز وقتی که یک خبر بد باشه که خدا دور داشته باشه هیچ وقت در زندگیایتان در زندگی هیچ کدام ما خبر بد نباشه و از شما همچنان برادر ما در جلال آباد که است هر وقت که برای ما زنگ بزنه که در جلال آباد کدام که به حق برسه جان خدا برای جانان تسلیم کنه ای برای ما اول امو امو زنگ میزنه اول امو نام برادر چیست؟ سمیولا جان باز برش گفتم ما گفتم دیگه برای ما زنگ نزنی حالا دیگه کس را میگه که چیزی شو در جلال آباد بر دیگه کس میگه برای زنگ بزن اول بتی اون نمیته گفتم برای ما اول نتی هر وقت امی صحنه تراجید یک مرده شده می بودی برای ما زنگ میزد یک چیزی شده می بود غم می بود یک روز دوباره خوشی برای ما زنگ نزد که امروز خوشی هست یک جای فلان کی جای فلان کی دوست مالش آوردن فلان کی زن بچیش پیدا شد ولا میگفتن یا گاو فلان کی دودانه گساله آورده نمیگفت این میره این می غیر مرده رو برام اول گفتم دیگه زنگ نزنی حتما زنگ بش کدم موبایل میامد وار خطا میشید حتما که حتما خدا اکثر وقت اکثر وقت که زنگ زومی اومد بس امی تو طبیعت ما خراب میشد میگفتم یا الله خیر یا الله خیر گفته و رو کی میکردم بعد از وقت زو گپ میزدم بله استاد جان بله استاد جان بله جالب ترین طنز که تا حال گفتی و با مو طنز در بین جامعه مطرح شدی چی بوده اسنا جان ما تنزه مختلف گفتیم و با تنزه مختلف مر مردم بشناسه خود در دو نقش که اونمو دوست ما خندام کرد که در دو نقش کدام وقتی که نقش امی چیز باشه دانی میشین داد بلادی جنا نانی نانی با دیگه جیله تاویز که میتونم نی؟ بله در نقش تاویز دادن اموره و در نقش پودری در اینی نقشا و یکی جناب اسنا جان گوره زی چی سو در توائیم دا باید اومنی زی در باندی منم پو خدای چی منم والا چی منم در باندی خریب بالا از اینجا پریده بودم در او پایین نه پری که خدا نکرده کدام وقت درد سرساز شده ای تنزایت برات زیاد ای تو تنزار رفته که می تو نشه شده با صبح دیگه یک هزار دانه زنگ آمده کلش اختار زیاد درد سر چی میگی؟ درد پای بگو، درد زانو بگو، درد کمر بگو، درد گرده بگو یک دقیقه، با اجرای نقش کی؟ مثلا تنزی را که جور کردی در باره کی بوده؟ با اجرای نقش کی تهدید شدی؟ مختلف
انتخاب کی را نگرفتیم ماده تنزه خود کی را نگرفتیم آش سال ریاست جمهوریت 5 سال دوام میکنه 5 سال 8 سال شبکه خندره پیش بردیم 8 سال آفرینتان هیچ موضوع ار موضوع را که ثبت میکنیم میگه میری یک دفعه ثبت کردیم خداوند تیمتان همیشه همی رقم خلاق داشته باشه همیشه بدرخشین شما کسایی هستین که با اجرا کردن یک طنز میلیون ها نفر را میخندانین در پهلویش که واقعیت های جامعه را بیان میکنین بازم یک وقفه میگیریم برمیگردیم درباره طفولیتتان صحبت میکنیم آماده هستین صحبت خوب کنین خوب است یکی از شیرین ترین دوره های زندگی دوره های ما شما بله ممنون هستم از حامیان برنامه جوس نکتار طبیعی شفا و همچنان شما میتونین از خواص بی‌نظیر آبجو و امپریال هم مستفید شوین آقای عابد شما میتونین استفاده کنین و ما یک رفت و برگشت کوتاه داریم برمیگردیم با شما دوستا هستیم و همراهیتان هم خواهند دوستای عزیز سلام هر جای باشین خوش و آرام باشین دوستا برنامه سراچه است با اسنا جان مقبول و زیبا و قشنگ لطفتان زنده باشین تشکر خب بریم بازم به طرف برنامه و قسمی که پیشترم گفتم درباره یکی از دوره هایی که هیچ وقت از ذهن ما و شما نمیره درباره طفولیت ما صحبت میکنیم طفولیتتان چگونه سپری شده؟ در کجا به دنیا آمدین؟ چی رقم زندگی را پشت سر گذاشتاندین؟ یعنی فکرت باشه که چندین سوال هم زمان پرسیده شد؟ آه بله، بله، من فهمیدم که چندین سوال بود طفولیت در کجا به دنیا آمد؟ چه قسم زندگی را پشت سر گذاشتین؟ و چه قسم زندگی کردین؟ در کجا به دنیا آمدین؟ آه، ما در ولایت نگرار به دنیا آمدیم در جلال آباد به دنیا آمدیم زندگی ما بسیار مشکلات ها را دیدیم بله بسیار سختی ها را دیدیم یکقدر مشکلات و یکقدر سختی را ما دیدیم خود چقدر دولت ها رفت و آمد چقدر دولت ها را دیدیم غریبی، اقتصاد خراب آلات خراب یک روز نان داشته می بودیم دو سه چهار روز نمی بود اگه یک روز مثلا ما خوب چیز پخته کرده می بودیم در خانه ما ایت می بود که کلی ما خوب چیز پختیم بله و شاید بسیاری دوستا شاید اسنا جان هم یالا ببینه اگر من قصه کنم با دیگه دوستا اگه شیشته باشن میگه راست میگه عابد بسیار سختیاره با 5 کیلو گندم ما جوی پاک میکردیم جوی ها را با 5 کیلو گندم پاک میکردیم دو موسی WHO 5 کیلو که قدر 5 کیلو گندم که یک سیر هم نمیشه نی؟ بله 7 کیلو یک سیر میشه 5 کیلو یک سیر هم نمیشه جویا را پاک میکردیم این تو جویا را پاک میکردیم که تا اندازه ای که مثلا تا میشدیم دمو گندگی و سم در سطل میگرفتیم و در کراچی منداختیم و کراچی باز میبور دور یک جای دیگه منداخت یک مشکلات ها یک قدر سختی ها یک قدر مشکلات خدای لکا لکا شکر بای زندگی لکا لکا شکر بازم شکر که الله خوب یک لقمه یک نام دارم طبیعی است که زندگی خودش مبارزه است و موفق ترین انسان ها کسایی هستند آقای عابد که سختی ها را در گذشته دیدن سعی است که یک دوره بسیار خوب زندگی آدم با مشقت میگذره دورانی که باید براحتی زندگی کنه آدم درس بخونه آدم تحصیل کنه و از امو کودکی و نوجوانی و جوانیت لذت ببری ولی با مشقت میگذره ولی آدم دم خوردی به پختگی میرسه که شما هم یکی از امو آدم ها هستین بله. از چی شکایت داری در زندگی؟ اسنا جان ما شما در بسیار چی قسم برد بگویم که در دیگر رقم مثلا در اجتماع زندگی میکنیم نی؟ در اجتماع هر قسم کسایی هستن هر قسم مردم هست چیزایی را میشنویم که مثلا من خودم در راه روان میباشم یکی سر ما صدا میکنه خمره دیگه صدا میکنه شمتړو دیگه صدا میکنه آر چپړو اما کدام نامه ای را که ما نامه مستعار در تنزه خود استفاده میکنیم چون نام اصلی کسی را خود گفته نمیتونه بله. یا بی بی لم لم میگیم از طبق خانوما را یا مثلا بی بی تم تم میگیم چیزایی که هم تو را خنده میده بله. و هم نام اصلی را گرفته نمیتونیم نام کمیدی میگیم اما چیزا را بیرون که مثلا من خپرای زیاد میگم یا شمتارو میگم صدا میکنن اینا را دینیم اجتماع
هم عادت کردیم دیگه، زندگی کردیم در اینمی تو اجتماع، زیاد چیزا رو میشنویم. نمیتانیم گفته میگه خلق با عرص عرصوی زباد چه خلی تا برغوره جورو. ما هر نفر میگه هر چیز هر چیز میگه، نی میگه ما بر دانه که یک چیزی جور کنم که بند تو نگو. نه هر چیز میگه زندگی است، مردم است، مخلوق است. از زندگی راضی هستی؟ اگر راضی باشیم حسنا جان یا نباشیم زندگی تیر میشه بدون شک. باید راضی باشیم، باید شکر بکشیم، باید شکر گذار باشیم. چند سال است که 21 سالگی و 22 سالگی تا تجلیل میکنی؟ سالگره تا البته و کیکش هم ایده میکنی؟ چند سال نیست، تقریبا ما که یک لقمه نان پیدا کردیم با سالگری ما شروع شد. پیش از اونه؟ نه پیش از اونه بودی گفا. یک راز تا یکی از همتیمیایتان و یکی از دوستایت افشا کرده. پناه به خدا هرچی باد آباد. هما دستی بشنوی؟ او اونو میگن؟ بله. اردوی ما میشنویم؟ همه ما میشنویم. با بیننده یک جا میبینیم و میشنویم. میشنویم. عابد صاحب سلام. انشالله که جور صحتمند باشی. عابد یک آدم بسیار دوست داشتنی، یک رفیق، یک همکار بسیار خوب و در پلوش یک کس است که دست خیر داره، همیشه خیرش به مردم رسیده و رفیق روز بد و خوب همگی است. دیگه چند روز پیشم سالگیریش بود، ایفا مجرد شد یا عبده ساله، سالگیری تبریک باشه بالا. بستیک گفت گفت من چه مجرد شد یا عبده در 27 سالگی صحیح است؟ خب در خنده بازار آمدم 27 ساله بودم. 14 سال ما در طلوع تیر شد. چند سال شد؟ چند روز با 42 ساله دیگه. دسته ازی 41 سال. سن سال در حقیقت یک عدد است و انسانایی که همیشه کوشش میکنن به صحت خود برسن و تر و تازه زندگی بکنن 60 سالان باشن با افتخار باید بگوین که من 60 سال عمر دارم، ولی دیگرها که طرفشان میبینن باور نمیکنن او چی 62 سال استی یا 60 سال استی، مثل 30 ساله و 35 ساله معلوم میشن. زیاد این تو کسایی هستن استاد جان که ما 50 سال هستن 55 هستن سیل میگونی 25 ساله بچه معلوم میشن و امی یک راز است. چرا خانم‌ها معمولا این مشکل داشتن در سن سالینای خود؟ آل مردم هم این مشکل من ندارم مشکل. یک سن 20 میگی، 60 میگی، 70 میگی، 80 میگی، پروا نداره. مگر من ام اصلیش 41 هستم. خیلی ماشت چند است؟ آه؟ ماشت از مرد ماش پرسان که زن عمرشه. کدام تصمیم داری؟ آه چی تصمیم؟ زن میگیرم. مطلب تنی هست؟ خبر شدم در گوشم رسید هم میگه پکا. یعنی یک اون گپا را ما میشنویم خوب میشنوی امو یوتیوب را بعضی هاشان به این باور هستن که ابراهیم عابد یعنی این سوژه پردازی را میکنن که ابراهیم عابد مجرد است و بعضیشان هم میگن اولاد دار است و ازدواج کرده و دوبار ازدواج کرده و 9 دانه طفل داره. کدامی سعید؟ دوبارش دروغ است او کسی را نگوی نال غیر ما و خودت هیچ کس دیگه نمیفهمه. بگذر زنگ آمد برات. دوبارش دروغ است یک بارش سعیز. بگذر یک دفعه که امی سوالا را کدی نشد حق داری پس جواب بدی حق داری جواب نتی ما بچون پس آمدی باز من اینا را پراغنده میکنم من کومیدین استم یک لک و 4000 گپ یاد دارم یک لک و چار هزار را یاد دارم من کومیدین استم نه کمی سوال جواب نمیتم وقفه بگیریم تشکر میکنم از کسایی که حامیان برنامه هستن از شما بینندای عزیز اولش کلانترین حامی های ما شما هستین اما ترسنه و همچنان از کسایی که حامی مالی برنامه هستند جوس نکتار طبیعی شفا و همچنان شما میتونین از خواص بی‌نظیر آبجو و امپریال هم مستفید شوین که آره دیگه بعد از جوس نکتار طبیعی شفا نوبتش رسیده که ما و ابراهیم عابد هم مل بکنیم. وقفه داریم برمیگردیم با شما دوستا هستیم همراهیتان هم خواهد. در
در پایانی برنامه امشب ما هستیم عزیزا. امید دارم سوالاتی که در ذهن شما ایجاد شده بود به خاطر ابراهیم عابد تا به این دم جواب گرفته باشین. یکی از سوالایی که اکثریت هموطنای ما دربارش نمیفهمند و میخواین که جواب پیدا کنن که چرا مسئله دستتان است، دستتان چی شده، چرا همیشه دستمال داو بسته است؟ استاد جان، ما عاشق بودم، یک دختر دوست داشتم، با زیاد خازگاری برش روان کردم، مر ندادنش. باز یک پای نان دستمال به طور یادگاری داده و نمره کتی خود میگردانه. اصل قضیه کجاست؟ اینمیس. اصل قضیه کجاست؟ اینمیس. اصل قضیه اینمیس. چندین سال است یک دستمال؟ این تقریبا خو کسی را که ما دوست داشتم و ازدواج کردن و عروسی کردن و سه به اولاد هستن و دستمالشان دیگه تقریبا هم دستماله زیاره 20 سال است که ما کتی خود میگردانم. وفاداری مرا بر از اونها نشان میده. وفاداری ما واضح هم است که چون من یک کسی هستم که 14 سال ما در طلوع شد، اینوی تو یک جایی که کار میکنم اون مو جای خانه خود فکر میکنم. بسیار خوب. و کسی را که مثلا دوست داشته میباشم دوست دارمش تا قیامت، تا قیامت دستمالش کتی خود میگردانم. What is this؟ شوخی کردم به خاطر یک لبخند. بسیار در افغانستان برتان معلوم است که قصه بسیار جالب شده. یک وقت بود قلم بود بم بود، خودرنگ بود بم بود، شوپرک بود بم بود، قندانی بود بم بود. باز من یک دانه قلم پیدا کرده بودم که خودش در ذات خود بم بود. نمیفهمیدیم که از اون طرف منداختن یا از این طرف منداختن. خواهر کسی که مثلا کتیزی بم رو برو میشد و خدایا رو جانش بود. باز اونم قلمه که یافته بودم در جیب ما بود. پاس یک وقت در مسجد دیگه در سیم سیپارستم یا در دوم سیپارستم سبق میخوانم، باز اونم قلمه که سرش باز میکنم و دمی دست خود خط نوشته میکنم و درز میکنه، درز میکنه دیگه، باز اوگار میکنه ما را. سی انگشت تا نیست آقای عابد؟ داستان واقعیت اینمی است که گفتم پیش انگشت نرو اصنا. این جواب سوالتان نگرفتین دوستا که در ذهنتان بود که چی دلیل است که ابراهیم عابد همیشه دستمال در دستش می باشه. داستان همی بود، اصل قضیه همی بود. دوستایی که در تالار هستن چند نفرشان چند سوال از خودت پرسان کردن؟ گود شات. گود شات. اشمت الله جان میگه که کدام سفر خارجی داشتین که براتان خاطر اساس بوده باشه؟ کدام سفر خارجی؟ نه، چندین سفر خارجی. کجاها؟ تاجیکستان رفتیم، ازبکستان رفتیم، ترکیه رفتیم، هندستان رفتیم، سعودی عربستان چندین بار رفتیم. خاطره جالبش برای ما بسیار زیاد خاطره جالب که بود اینمی است که ما سعودی عربستان رفتیم، خبر نداشتیم، ما هم بودیم، بر عمره رفتیم، مادرک ما هم بود، برادر کلان ما هم بود. بعضی نمیجه دیگه ما خبر نداشتیم که یک رقم تیار است که پرواز میکنی در تیاره در اسمان، اگر چیز داده تر چی که خوردی پیسه میگیر از پیشه. همون تو هست نی؟ یگان تیاره اونمو تو هست. خو یکی آمد تو مادره که ما گفت آقا شدی خوراکه؟ آقا اونو چایه کام بتی، اونو ناناکه و کیکا کام گریف از اوسو که آمد؟ بیستو سی رو پا فکر میکنم، سی رو پا دالر سر ما پیسه آمد. او را آمدیم که بلکه که تو سر زانوی مان که دیدم سی رو پای. ما گفتم آلا این سی رو پای را ما بیجه بیتم. مادر خود گفتم بیه که ما شما تا میشیم. ما دمی بزنس چبلق بودیم. بزنس کلاس. بزنس کلاس. امو جب دمی بزنس کلاس بس مادر خود گفتم ما رسیدیم. او چیزا صدا کدوم و ریستی ورده گفتم ای اوپن دا دور ایم گو روم. گو وات از دیس؟ گفتم دیس از نو سفر. ایم گو روم. اوپن دا دور. گو وات از دیس؟ گفتم دیس از مشکل، پرابلم. گو وات از دیس پرابلم؟ گفتم این کاغذ پرابلم. اید که دید که سیر پس چیر کردش، گفتم پرابلم ختم. پس شیشتی. قصه واقعیت هست؟ آی قصه واقعیت هست. چی جاله؟ قصه واقعیت باکی ما زباکی رفتم. اون وقت تیار است که پیسه میگیره نی؟ الان نامشه نمیگیرم که الانش تیر نشوه. به خاطر زو پیسه دوستا فهمیدن، کسایی که زیاد سفر میکنن از فهمیدن شما درباره کدام واو دوستا فهمیدن که کدام تیاره در کدام تیاره سفر میکنین و بازو از پشتان که چیزی میخوری پیسه میگیرین. جینا جان میگه راز جوانی در چیست؟ راز جوانی ما در خنده است.
اگر چکر را میزنم خنده میکنم، اگر که دوستان میشنم خنده میکنم، اگر کتی دوستا پای مزاق هم میکنم خنده میکنم. راز جوانی من خنده است، خدا خوش نگاه میکنم. یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز اگر پیسه در جیب بود یا نبود دقصیش نیزم خوش هستم. زندگی خود در خنده تیر میکنم. راز جوانی هست و راز تازه ماندن. راز تازه ماندن است. فهمیدین دوستا؟ یک رای بسیار ساده و آسان برای از اینکه شما بتانین همیشه جوان به نظر برسین. ابراهیم عابد در 62 سالگی مثل 42 ساله معلوم میشه. دروغ میگه. در 41 سالگی ما بیادر را میانه 25 معلوم میشم. از تیم بگو با کی راحت هستی زیاد؟ والا راحت با می خوارکی که بین راحت میباشیم و میفهمانه میشانه اینی کارتان درست است، اینی کارتان درست نیست. اینی قسم بازی که من میتانم خوب پاس بیتی مرا، من میتانم خوب شوت کنم، من میتانم تو را خوب پاس بیتو، میتانی خودت خوب شوت کنی. امی پاس و شوت و گب زدن و افهام و تفهیم بله. که مثلا یکی دیگر را بفهمانیم و فصاحت و بلاغت زبان که به ساده زبان میتانیم یکی را بفهمانیم دیگه باز کتی سیر راحت میباشم. بسیار خوب. خوب است، میتانم خوب پاس بیتم، میتانم خوب شوت کنم، میتونم خوب پاس بدم، میتونم خوب. یکی از شاهدا گفت که در اجرا در ثبت یکی از برنامه ها کدام موتاد خوب لات کوبت کرده بود. در ثبت می هر ثبتی که ما میریم بسیار خاطرات کتی ما میمانه، بسیار زیاد خاطرات. و از خاطرات اینی می است که یک روز ما کتی یک کامرمن او رام لباسش تغییر دادم، لباسه خودم موتاد ساختم در زیر پل سوخته تا شدیم. تا شدیم رفتم زیر پل سوخته دیگه بسیار بیتو یک بازار است معتادین چیشته موجه یکیش دو تاش سی تاش دیگه موجه یک جای شیشتم کامرامان شاید آل است یک تصویر گرفت دادگیش که رفتم بگیر نه دود مرا کاش کنم و دیگه ای با خدا ای تلویزیون تلو و میشنه ای والا ابراهیم عابد هستی تا که ابراهیم عابد تا بگرس که نمیگروزی که نمیقنی به قسنگا سر ما شد دیجه 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 دا دستا دا کارت سر بگرس که نگروزی و ریختیم و کامرمان ما اینمه قدر کار کرد که کامره را دمی دست خود گرفت او گریخت کامره خود نمان دمو قدر آلات اما قدر زدن ما ما قدر کمو لباسه معتادینی که دا جان ما بود چادر و کلا و مویه مفتید دیگه گریخت فرار کرد. شکر که بخیر گذشت. بلا بود برکتش نه. بلا بود برکتش نه. و امیدوارم از هر نوع حادثه در امان باشین، به خاطر که ما با هر طنز شما به لبخند این مملکت به لبخند نیاز داره و هر طنز شما به مردم لبخند میده. بسیار خوش آمدی به برنامه. قربانتان، سلامت باشین، زنده باشین استاد جان. تشکر از خودت. و کسایی که در تالار بودن مطمئن هستم سوالاتتان حل شد دیگه، چیزایی که میخواستین درباره ابراهیم عابد بفهمین اینا تا این دم صحبت کردیم فهمیدین. و ما هم باید خداحافظی بکنیم تا هفته بعدی. قبل از خداحافظی موضوع پیسه است دیگه. باید تشکر کنم از حامیان برنامه جوس نکتار طبیعی شفا و همچنان از خواص بی‌نظیر آبجو و امپریال میتونین مستفید شوین. این طعم سیبش خب بسیار خوشمزه بود که من میل کردم و تشکر میکنم از همتان هموطنای عزیز. تا هفته بعدی به خداوند یکتا امانتتان میکنم. سر بلند باشین، خوش خندان، خدا نگهدار.